سلام دوستان، وقتتون بخیر. یک خبر در رسانه ها منتشر شده. این خبر اشاره داره به یک اتفاق زیر پوست سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که صهیونیست ها رسانه هاشون به عنوان یک زلزله اطلاعاتی ازش یاد کردن. من در ماه های گذشته تلاش کردم از یک جنگ اطلاعاتی برای شما صحبت بکنم، جنگی که کارشناس های مسائل منطقه میگویند بین ایران و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها اتفاق افتاده، تبعاتی هم داشته، بازخوردهایی هم داشته. طرف مقابل اقدامات خودش در این جنگ اطلاعاتی رو به خوبی رسانه‌ای کرده و تلاش کرده ازش یک بهره‌برداری رسانه‌ای انجام بده، خودش رو به عنوان فاتح میدان معرفی بکنه. طرف ایرانی معمولاً در این قضیه هیچ دستاوری نداشته است، یعنی اقداماتی میره انجام میده، این اقدامات رسانه‌ای نمیشه، به گوش مردم نمیرسه و هیچ بازتابی هم در حوزه رسانه نداره. البته یک بخشش طبیعی هست و باید حق داد، به خاطر اینکه آن کسانی که این سوی میدان نشسته اند با جریانی روبرو هستند که این جریان به طور کامل با یک امپراتوری رسانه‌ای به جنگ مردم ایران اومده. اینا رو گوشه ذهنتون داشته باشید. من اگر بخوام از مهمترین اتفاقاتی که در حوزه اطلاعاتی در این جنگ اطلاعاتی بین ایران و طرف مقابل اتفاق افتاده برای شما بگم، باید یادآوری بکنم اتفاقاتی که برای سازمان سیا رخ داد. اگر یادتون باشه اینها دو سه اتفاق خیلی مهم برشون رخ داد. یکی از اتفاقای این بود که یک شخص لبنانی که با اینها کار میکرد، یک شخص لبنانی که برای ارتش آمریکا کار میکرد، سالها با اینها همکاری میکرد، تازه هم ارتقا داده بودن این فرد رو، یعنی به یک سطحی از اختیارات و اطلاعات در داخل سرویس اطلاعاتی آمریکا رسیده بود و به واسطه این ماجرا اطلاعات و هویت بخش قابل توجهی از کسانی که با سرویس های اطلاعاتی آمریکا در خاورمیانه کار میکنند رو به محور مقاومت انتقال داده بود. یکی از اخبار بود که منتشر شد، خیلی ها رو شوکه کرد و کمی بعدتر از این خبر ما شاهد این بودیم که بخشی از افرادی که در ترور فرمانده شهید ایران نقش داشتن به طور اتفاقی در منطقه خاورمیانه جان خودشون رو از دست دادن. کمی بعدتر از این اتفاقها یک خبر دیگه منتشر شد در نیویورک تایمز که به این اشاره کرده بود که سازمان سیا به نیروهای خودش در منطقه خاورمیانه و در دنیا اعلام کرده که یک بخشی از شبکه مخبرهایی که دارن با شما کار میکنن این باید احیا بشه، بازسازی بشه، اینا هویتشون لو رفته و اقداماتی دارن انجام میدن که برای ما هزینه سازه و ساختار به طور کامل تغییر کرد. ساختار سازمان سیا در تقابلهایی که با ایران داشت به طور کامل دچار یک تغییر و تحول شد که ما در گذشته بهش پرداختیم و در واقع صحبتیم. حالا مشابه همین قضیه به شکل عجیب و غریب‌تری در سرزمین‌های اشغالی رخ داده. یعنی یک خبری در رسانه منتشر شده، این خبر اشاره کرده به این که چند نفر از چهره‌های مطرح و رده بالا در سازمان سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی استعفای خودشون رو اعلام کردن. افرادی که استعفا دادن کارشناس یا افسر اطلاعاتی یا چیزهایی از این دست نیستن. بررسی‌ها نشون میده که اینها اگر جایگاهشون رو بخوایم با یک فردی که در یک ساختار نظامی داره کار میکنه مقایسه بکنیم، اینها در جایگاه سرلشکری هستن. سه نفر در این جایگاه استعفا دادن، یک نفر دیگه هم به زودی استعفا خواهد داد. من دوستان متن خبر اول برای شما بخونم ببینید که من دارم از چه چیزی صحبت میکنم. رسانه ها گفتن که رئیس شاخه فنی، رئیس بخش عملیات و رئیس بخش مبارزه با تروریسم در سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی استعفا دادن، یک مقام دیگر هم به زودی استعفا خواهد داد. حالا این مقام چهارمی که اینها دارن از استعفای صحبت میکنن و سعی کردن اسمش رو پنهان بکنن، فرمانده بخش سیاست گذاری راهبردهای رژیم صهیونیستی. ببین یه جایی از حالا ما میگیم در حوزه باشه، ما متوجه شدیم در حوزه سرلشکر یه سری از چهره‌های شما استعفا دادن، تو داری یه سری چهره دیگه جایگزین میکنی، اینا رو میفهمیم. حالا یا اومدی ساختارتو تغییر دادی، یا اومدی معاونت‌های اینا رو تغییر دادی، به اصطلاح خودمون تعطیل کردی، یه سری معاونت جدید به وجود آوردی، به دلایل مختلف این اتفاق ممکنه افتاده باشه. تا اینجاش به اصطلاح خودمون قابل فهمه. اما بله، ببخشید من این خبر رو باید ببینم. خیلی خوب، اما یه نکته مهم وجود داره. وقتی که در اخبار به این اشاره میشه که فرمانده بخش سیاست گذاری راهبردی این رژیم استفاده ده، یعنی تو یه بخشی رو داشتی، اون راهبردهای تو رو، نقشه راه تو رو برای تو تعریف میکرده، وقتی او قرار هست استعفا بده، وقتی بحث استعفای او داره مطرح میشه، یعنی در مسیری که تعریف کرده ای یک تردید جدی به وجود اومده. دقت این چی شد؟ حالا این نکته کجا، حالا نکته ماجرا کجا است؟ نکته ماجرا برمیگرده به همون جنگ اطلاعاتیه.
از زوایای مختلف گروه های رسانه‌ای اومدن بهش پرداختن. تقریبا 10 تا احتمال رو من دیدم که رسانه فارسی زبان، رسانه عرب زبان و رسانه های عبری زبان در خصوص این استعفاها مطرح کردن و تقریبا همه اونها در نهایت به این رسید که اونها یه جنگ اطلاعاتی رو با ایران شروع کردن. تو این جنگ اطلاعاتی زیر پوست منطقه اتفاقاتی رخ داده که اینا رو وادار کرده استعفا بدن، اینا رو وادار کرده که استعفا بدن. شبکه 12 رژیم صهیونیستی از آن چیزی که رخ داده به عنوان یک زلزله و یک سونامی یاد کرده، گفته که یک زلزله و یک سونامی هست که در این سرویس اطلاعاتی رخ داده و به این اشاره کرده که به زودی قرار هست در بخشی از سرویس اطلاعاتی اسرائیل هوش مصنوعی به کار بیاد و در حوزه سایبری از ظرفیتش استفاده بشه و به نوعی در گزارشی که ارائه دادن آنگونه که رسانه ها میگویند به شکست های اسرائیل در حوزه سایبری اشاره شده. یعنی احتمالاً یه سری اتفاق برای اینها در حوزه سایبری رخ داده. این هکرهایی که این چند وقته کمی با رژیم صهیونیستی بازی کردن کارهایی کردن که تبعاتی داشته که رسانه‌ای نشده. متأثر از اون حالا اینها دارن تغییراتی در ساختار خودشون انجام میدن که اون تغییرات بخشش به مسائل سایبری مربوط میشه. بخشی از گزارش رو من اجازه بدید ببینم که رسانه‌ها، بله، بحث سرلشکر بودن این افراد رو بهش اشاره کردن، بخش اینکه فرمانده بخش سیاست‌گذاری راهبردی رژیم قرار هست عوض بشه رو بهش اشاره کردم. چند تا احتمال رو اومدن مطرح کردن. یکی از احتمالاتی که مطرح شده این هست، گفتن که به احتمال زیاد آن تغییر و تحولاتی که الان شاهدش هستیم تا حدود بسیار زیادی ربط داره به هک‌های سایبری که اتفاق افتاده. هکرها اومدن اقداماتی رو انجام دادن، صدها نفر از نیروهای رژیم صهیونیستی در این عملیات هکری هویت‌هاشون لو رفته. یک طنزی هم بین کاربرهای شبکه اجتماعی، بین کاربرهای عمدتاً ارزشی، انقلابی و حامی ایران داره دست به دست میشه و این طنز هم ربط داره به هویت هکرهایی که به اصطلاح هویت افسرانی که هکرها افشا کردن. تصویری که دارید مشاهده میکنید پستی هست که اخیراً سعود اینترنشنال منتشر کرده بود که حسابی مورد توجه کاربرهای شبکه اجتماعی قرار گرفته و این پست رو به طنز گرفته بودن. نوشته که سند ارسالی به ایران اینترنشنال یه نقاشیه، یعنی الان شماهایی که در منزل نشستین اگه یه نقاشی مشابه این برای من بفرستین بر اساس ادعای سعود اینترنشنال دیگه، من میتونم اون رو به عنوان سند ارسالی پخشش بکنم. یعنی شما الان بشین یه نقاشی بکشید من اینجا پخشش میکنم مثل سعود اینترنشنال. یه نقاشی اومده عکس یک فردی رو، حالا آخه عکس هم نیست، چی بگم، یه نقاشی اومده منتشر کرده گفته که سند ارسالی به ایران اینترنشنال افشای هویت رئیس یک تیم سایبری سپاه پاسداران. کاربرها اینو اومدن منتشر کردن توی همین روزها، نقاشیه که خیلی سوژه شده بود در همون بازه زمانی، خود مخاطبینشون خیلی بهشون خندیده بودن. بعد کنارش، اجازه بدید من ببینم دقیق، کنارش 15 تا عکس منتشر کردن، گفتن که این افشاگری به سبک سعود اینترنشناله. یه دونه نقاشی اومده کشیده، یه عکس کشیده و گفته که این سندیه که به دست ما رسیده از یک افسر سپاه سایبری ایران. بعد گفتن که این سمت چپی هم که مشاهده میکنین این هم افشاگری به سمت نیروهای مقاومته. 15 تا از افسران اطلاعاتی رژیم صهیونیستی رفتن هویتشون رو به طور کامل افشا کردن. یعنی گفتن که این فلانی خونش اینجا این کارا رو میکنه و فعالیتاش به این شکله، تو فلان بخش سرویس اطلاعاتی اسرائیل هم داره کار میکنه. که خیلی یکی از طنزایی هست که خیلی اشاکشون مرتجعه قرار گرفته. دارم اشاره میکنم به اینکه ضربه‌ای که اینها خوردن به شدت حیرت آور بوده در این سطح اطلاعات نیروهایی که با اینها دارن کار میکنن لو رفته. من بخشی از خبر یکی از رسانه فارسی زبان رو میخوام بخونم. گفته که یک احتمال قوی تر این است که عمق هک های سایبری اخیر و شناسایی صدها افسر نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بسیار بیشتر از چیزی است که تاکنون به صورت قطره‌شکنی در حال انتشار بوده است. میگه به عبارت ساده‌تر اگر بخوام بگیم، میگه که عصای موسی یک بخش قابل توجه اطلاعاتی که به دست آورده رو منتشر نکرده. حالا همینایی که مثلا میگه 22 تا ترابایت عکس از تصاویر ماهواره‌شون پیدا کردم و افسراشون رو لو دادم و فلان اطلاعات به دست آوردم، میگه یک بخشی از اطلاعاته، چکیده‌ای هست از اون نمی هست از اون دریایی که اینها بهش رسیدن و خود رژیم صهیونیستی هم این رو فهمیده. حالا این ساختاره رو داره تغییرش میده، یا بگم اثراتش و تبعات اون ضربه در این ساختاره، در این تغییر ساختاره داره خودش رو نشون میده. نکته بعدی که اومدن بهش اشاره کردن این هست که نفتالی بنت، نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی، به طور کامل میخواد رفتار این رژیم رو در مقابل ایران عوض بکنه. این چیزها که در طول این سالها دیدین و رفتاری که نتانیاهو داشت، اینا گزارش‌های مکرر نوشتن، گفتن که آقا
از 12 سال پیش که نتانیاهو تقابل ما رو با ایران جدی‌تر کرده، به خصوص در حوزه اطلاعاتی، ما اومدیم جلو، به امروز رسیدیم و جمعنده اون الان اینه که ما در نقطه خوبی قرار نگرفتیم. یعنی این همه اقدام شد، این همه تنش اتفاق افتاد و ما الان تو موقعیت بدتریم. و چیزی که بهش اشاره کردن اینه، گفتن که یعنی خود نفتالی بنت هم زمانی که مسئولیت رو بر عهده گرفت به همین اشاره کرد، گفته بود مسیری که نتانیاهو و موساد و گروهایی که ایران مشکل می‌کنن رفتن، این مسیر در مقابل ایران غلط بوده. و من احساس می‌کنم که اصلا مسیر به طور کامل باید عوض بشه. حالا شما در نظر بگیرید 12 سال اوج تنش اینا با ایران بوده، الان جمعلیش اینه که این شیوه رفتاری در قبال ایران غلطه. و عمده رسانه‌ها به عنوان یک زلزله اطلاعاتی یاد کردن از اون چیزی که اتفاق افتاده، گفتن که بخشش برمیگرده به ضربات سنگین سرویس اطلاعاتی ایران که اینها رو مجبور کرده که تغییراتی رو در معاونت‌های خودشون به وجود بیارن. من این نکته خیلی مهم می‌خواستم در خصوص این تغییرات بدم، اجازه بدید یه بار مرور بکنم. تقریبا همه مسئله رو گفتم. آها، اون موضوع ویژه‌تری که می‌خواستم برای شما بگم اینه. ببین، تقریبا 2-3 سال پیش وقتی شما در رژیم صهیونیستی میگفتی که، حالا سازشکارهای جهان عرب اینو خیلی میگفتن، میگفتن که ببین، به جای اینکه بیای در خصوص کشور اسرائیل صحبت بکنی، بیا کار دیگه بکنیم. ما از یه چیزی صحبت می‌کنیم به نام راهکار دو ملتی و دو کشوری، دو تا کشور تعریف می‌کنیم، یه دونه فلسطین، یه دونه اسرائیل، شما دو تاتون بیاید با هم زندگی کنید، تو اینا رو به رسمیت بشناس، اینا یه کشوری بشن، حالا پلیس هم اگر نداشت نداشت، ارتش هم اگر نداشت، ولی این هویتش بمونه، تو هم در کنار اینها یک کشور باش. خب صهیونیست‌ها خیلی گارد می‌گرفتن نسبت به این مسئله، گفتن که نه، ما اصلا اومدیم که از نیل تا فرات یک کشوری تشکیل بدیم و این حرفا چیه، اینا اصلا وجودی ندارن، اینا یک جماعتی هستن که اومدن در سرزمین چند هزار ساله ما دارن زندگی میکنم و باید برن. اینها حرفایی هست که صهیونیست‌ها میزدن، یعنی به طور کامل نسبت به راهکار دو ملتی اینها گارد داشتن، در مقابل اینکه دو تا کشور تشکیل بشه گارد داشتن. باز میگم این چیزیه که سازشکارهای عرب پیشنهاد میدن و ما همین هم قبول نداریم. بعد از ناآرامی‌هایی که روز قدس امسال اتفاق افتاد، که مردم اومدن کف خیابون‌ها بعد از پیامی که آیت الله خامنه‌ای داد که خیلی شبیه بود به یک اسم رمز، فلسطینی ها اومدن کف خیابون ها در مناطقی که با صهیونیست‌ها زندگی میکردن و یکی دو تا از شهرهای رژیم صهیونیستی سقوط کرد. اینا به یک جمع‌بندی رسیدن، گفتن که آقا دیگه زندگی کردن در کنار فلسطینی ها، فلسطینی ها که ما اومدیم هویت عربیشون ازشون گرفتیم، هویت فلسطینیشون گرفتیم، تلاش کردیم دین اینها رو در نوع نگرش دینی اینها تغییر ایجاد بکنیم، سالیان سال دارن بین ما زندگی میکنن، بعد به یک باره این شکلی خروش انجام شده از اینها. جمعنی رژیم صهیونیستی بود که برخلاف چیزهایی که ما داریم فکر می‌کنیم نمیشه اینجا یک کشور به نام اسرائیل باشه، ما باید بریم به سمت همون راهکار دو کشوری. الان این معتبرتر شده، یعنی گزارششون نگاه می‌کنی اونهایی که از دو کشوری صحبت می‌کردن پررنگ‌تر شدن. خب این سرویس اطلاعاتیشون ضعف خرج داده دیگه، در طول این سال خودشون فهمیدن، میگن آقا ضعف سرویس اطلاعاتی بوده که متوجه نشد زیر پوست رژیم صهیونیستی چی داره میذاره و ما الان به خودمون اومدیم میبینیم که نه تنها فلسطینی‌ها تغییر رفتار ندادن، بلکه ثانیه شماری میکنن که شرایط فراهم بشه که یک انقلابی رو علیه ما رقم بزنن. من فکر میکنم که با این تغییر و تحولات و اقداماتی که دارن برای مؤثرتر کردن تقابل با ایران انجام میدن، اون نتیجه مورد نظر حاصل نمیشه. همونطور که ما اینا رو دچار تغییر رفتار کردیم، اینهایی که میخواستن از نیل تا فرات کشور تشکیل بدن، دانشمند ما رو کف خیابان کشورمون می‌زدن، علیه مردم اون اقدام می‌کردن، علیه مرکز هسته‌مون اقدام می‌کردن، ما اینها رو وادار کردیم که بیان امروز در رابطه با سیاست دو کشوری صحبت بکنن، در رابطه این صحبت بکنن که دو تا کشور داشته باشیم، یه دونه اسمش اسرائیل باشه، یه دونه فلسطین. فکر می‌کنم یه مقدار اگر جلوتر بریم، این روند رو اگر جلوتر بریم، جنبندی اینها این خواهد بود که خب شاید بهتر باشه که بریم در یک نقطه دیگه از دنیا، مثلا قاره آمریکا، اونجا یه جایی رو پیدا بکنیم، اونجا کشور تشکیل بدیم، اینجا دیگه اصلا ولش کنیم، فلسطینی‌ها خودشون بشن، برای خودشون هر کاری می‌خوان انجام بدن. این زلزله‌ای که دارن ازش صحبت میکنن، این رو ساده نباید از کنارش گذشت، روش خیلی وایستادم. به یک دلیل میخوام که در روند و زنجیره جنگ اطلاعاتی که دارم برای شما تعریف میکنم، چون این داستان دیگه، من داستان براتون شروع کردم که ما چه تقابل‌هایی با سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل الان زیر پوست منطقه داریم. یه مستند هم برای شما پخش کردم، جنگ سایه ها، مستندی که کانادایی ها ساخته بودن در تو همین تقابل، جنگ سایه ها بین ایران و آمریکا در خاورمیانه. این هم در راسته همونه، این هم در تداوم همونه و به یاری خدا تلاش میکنم که این روایت با اخباری که در هفته‌های آینده خواهیم شنید برای شما کامل‌تر بشه. اگر نکته‌ای داشتین برای ما بفرستین. وقتتون بخیر.